دوستان گلم حالتون چطوره؟ به کانال بوشفک خیلی خیلی خوش اومدین من اصل هستم و امروزم میخوام یکی دیگه از کارتون های دهه شست رو بهتون معرفی کنم کارتون نیلو فلندی کیا یادشونه؟ نیلو فلندی انیمیشن ژاپنی 52 قسمتی که بر اساس رومانی به همین نام در سال 1975 ساخته و پخش شد در قرن میلادی در روستای فلندرز واقع در کشور بلژیک پسری به اسم نیلو با پدر بزرگش زندگی میکرد. نیلو به نقاشی علاقه زیادی داشت و پدر بزرگش هم فروشنده شیر بود یعنی شیر گاوهای روستا رو میخرید و به شهر میبرد و اونجا میفروخت نیلو مادرش رو در سن دو سالگی از دست داده بود و از اونجایی که از پدرش خبری نبود با پدر بزرگش زندگی میکرد در همسایگی اونا دختر ثروتمندی به نام آلوئیس زندگی میکرد که با نیلو دوست بود یه روز نیلو سگی رو پیدا میکنه که به شدت صدمه دیده بود و در حال مرگ بود اون سگ رو به خونه میبره و ازش مراقبت میکنه و اسمش رو میذاره پتراشه که البته در نسخه دوبله فارسی مجموعه اسم سگ فلندیه بعد از بهبودی حال سگ اونو به گاری حمل شیر میبندند تا به اونا در حمل شیر کمک کنه از طرف دیگه پدر ثروتمند آلویسه از اینکه دخترش با یه پسر فقیر دوست باشه ناراحته و مدام با نیلو سر ناسازگاری داره نیلو تو نقاشی استعداد خیلی زیادی داشت و برای همین توی مسابقه نقاشی که جایزش دیویست فرانک بود شرکت میکنه ولی فرد دیگه ای برنده مسابقه میشه و این آغاز بدبیاری های نیلوه در ادامه داستان مرگ پدر بزرگ نیلو و حادثه آتش سوزی در روستا اتفاق میافته مردم روستا نیلو رو مقصر آتش سوزی میدونن و نیلو و فلندی رو مجبور به ترک روستا میکنن اونا اجبارا روستا رو ترک میکنن و شب کریسمس به شهر میرسن و تصمیم میگیرند در هتل اقامت کنن اما به خاطر بیپولی مجبور میشن علا سرما بی سرپناه بمونن اونا تو اون سرما تو اون شهر سرگردونن تا اینکه نیلو تصادفا با درب باز کلیسای شهر مواجه میشه و به داخل کلیسا پناه میبرن اما متاسفانه تو کلیسا هم از گرما خبری نیست و بالاخره فردا صبح مردم میشن جسد یخزده یه پسر و سگش رو پیدا میکنن در نسخه فارسی این مجموعه که از تلویزیون ایران پخش شد بعضی از قسمت هایی که به شدت تلخ و غم بود مخصوصا اواخر داستان حذف شد تا داستان یه خورده ملایم تر باشه در اصل این مجموعه 52 قسمت بود که 44 قسمت اون در ایران پخش شد دوستان ممنون که تا اینجا این ویدیو همراه من بودین اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنین لطفا کانال منو اگه دوست داشتین سابسکرایب کنین و خوشحال میشم نظراتتون رو توی کامنت ها به هم بگین تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار <applause>